نگرانی کارمندان دولت سابق افغانستان که حالا در افغانستان تحت کنترل طالبان گرفتار شده اند کم نیست اما زنان نظامی شاغل در دولت قبلی که در افغانستان مانده اند معتقدند که آنها بیشتر از هر کس دیگری در معرض خطرند در گزارش همکارم مهدی مهراین به منظور حفظ هویت مصاحبه شوندگان تمامی اسامی استفاده شده در این گزارش مستعارند قبل از روی کار آمدن دوباره طالبان حدود چهار هزار پرسنل زن در ارتش و پلیس افغانستان ایفای وظیفه می اما پس از سقوط دولت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان این زنان نظامی با مشکلات بزرگی روبرو بسیاری از آنان به شدت نگران امنیت خود و خانواده هایشان هستند مشکل امنیتی داریم جا و مکان مشخصی نداریم نمیتونیم بیشتر از چند روز در یک جا بمونیم زود به زود جامون رو عوض میکنیم که پیدامون نکنن گل یک افسر نظامی در ارتش افغانستان در دولت قبلی میگوید یکی از خیشاوندان ما برای گرفتن پاسپورت مراجعه کرده بود اونجا ازش بایومتریک یا اثر انگشت گرفتن و مشخص شد که قبلا نظامی بوده ماموران طالبان اون رو گرفتن و به جای نامعلومی بردن تا هنوز اطلاعی از سرنوشتش نیست در این نگرانی گل تنها نیست فاطمه که سالها در ارتش افغانستان خدمت کرده هم نگرانی مشابهی دارد هویت آدرس و راه های تماسمون رو از سنت های وزارتخانه پیدا کردند و بعضی از همکارامون رو دستگیر کردند و به جای نامعلومی بردند و تا هنوز اطلاعی از سرنوشتشون نیست چند تاشون که جنازه هاشون رو برای خانواده تحویل دادن و تهدید کردند که نباید از این موضوع به کسی چیزی بگن طالبان عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که به هیچ یک از کسانی که در دولت قبلی حضور داشتند چه نظامی و چه غیر نظامی کاری ندارند قولی که باور آن حداقل برای افسران زن ارتش و پلیس افغانستان آسان نیست. عف عمومی که طالبان اعلام کرده فقط جلوی دوربین هاست فقط نشون دادن که ما عف کردیم. اصلا اینجوری نیست. چند تا از زنان نظامی که میشناختم رو کشتن در چند استان در قندهار در مزار شریف کابل و خیلی جاهای دیگه طالبان به تیپ لشکر 777 نیروی هوایی گفته بود بیایین و حقوقتون رو بگیرین اونایی که رفتن دیگه هرگز برنگشتن هیچ خبری ازشون نیست که زنده اند یا مرده بسیاری از زنان نظامی که در دولت قبلی کار میکردند تنها ناناور خانواده خود بودند و حالا که دیگر نمی توانند کار کنند علاوه بر مشکل امنیتی مشکل اقتصادی نیز دارند تعداد کمی از این زنان توانسته اند از افغانستان بگریزند اما اکثریتشان در داخل گیر مانده اند گروهی از آنان در تجمعی مخفی در کابل بیانیه ای صادر کردند که طی آن از جامعه جهانی خواستند تا به آنها کمک کنند تا از افغانستان بیرون شوند مهدی مهراییم صدای آمریکا